هموطن بسیار عزیزم سلام عرض میکنم. شفیع ایار هستم. یک بار دیگه در یک روز دیگه باز هم مجانی در خدمت شماست. امروز باز هم در مورد سازمان آمو افغان امریکن مسلم ارگانیزیشن معلومات میدم. او روز دیگه هم چنان مگر شما گفتم که افغان امریکن مسلم ارگانیزیشن این میره ما میخوایم تصحیح بکنم که آوتریچ است. امی اوی آخر برای آوتریچ می که ای بسیار مسئولیت عمیق‌تر از یاره، قدرتمندی از یاره، اهداف متحرک‌تر از یاره تشریح میکنه. نسبت به کلمه ارگانیزیشن کلمه آوتریچ بسیار اکتیوتر می باشه که هر طرف شاخه مندازیم. ای ارگانیزیشن توسط یک تعداد افغانهای ما در امریکا پایه‌گذاری شده و به احتمال اغلب در رابطه با بعضی از سازمانهای دیگه اسلامی کار میکنند. اگرچه ظاهراً اینا اتو ادعا دارند که گویا افغانهای ما را کمک میکنند و مسلمانهای ما را رهنمایی میکنن، دستگیری میکنن، اما عملا مدام جریان دو سه ماه اتو تجربه کردم که یا اصلا شلاق طالبا را دست دارن و اگر هر کسی روی میدان بیاید که سایه از یا را تعقیب نکنه یا فورا در صدد شلاق میبرن. اینا در صفحات تلویزیون های افغانی سخنگوی های دارن، مثل خانم سیمین عمر، مثل قاری صفیولا، مثل آقای ارشاد، آقای مجددی و کسای دیگه که با مجرد که شما از امی خط خط کشیشدن عدول کردین یا شما را شلاق کفر میزنن. بسیار شلاق که 1400 سال مؤثر بوده و ایره ما شخصا تجربه میکنم. ما بارها در برنامه های خود گفتم که ما علاقمند از این ایستم که در مورد برنامه های دیگه گفت بزنم، اما یا پیهم ما را کافر گفتن، پیهم ما را یهود گفتن، پیهم تومت های دیگه زدن، تا که ما فکر کردم که نه، بهتر است که ما هم یک کم معلومات روشنایی در مورد از یابتم. اولین برنامه ما در قسمت آقای ستار سیرت و نکاح با دخترک های 4 ساله بود که ای را ما در یوتیوب به نام سیمین عمر پدوفیلیا اند اسلام پست کردیم. اگر شما در تلویزیون زرین ندین میتونین ایجا برند یوتیوب شفیع ایار بزنین و ای را ببینین. برای از اینکه شما یک کم بهتر بفهمین که ما چی میگم و چرا میگم، بیاین شما را دعوت میکنم که امی کلپ با ما ببینین. این کلپ از یکی از پروگرام های آخرین سیمین عمر از شنبه گذشته که شنبه اول ماه جون بود. سیمین عمر این برنامه را با باس کلانترشان که آقای مجددی است داشتن. نگفتن اما که در این ارگانیزیشن آقای ستار سیرت و آقای مجددی دو باس کلان است، دیگرا در پایین است، در صفحات تلویزیون 5-6 نفر دارن و هر کس را که بخواین عمله کنن از طریق از این رسانه ها عمله میکنن. ای شما و ای کلپ. استاد محترم فضل قنیم جلیدی در برنامه های ما صحبت میکنن، از شون جهان سپاس. و ما یک چیز بیننده های عزیز باید خدمت شما بیان کنیم و گفته شما که کسایی که میگن چرا اقدر پشت مردم را گرفتیم، در هر چیز مردم قرض داریم، در فاتحه های مردم قرض داریم، در عروسی های مردم قرض داریم، نمیدونم در کالا پوشیدن مردم قرض داریم، در موسیقی مردم قرض داریم، در این آن باید اینا باید ما شما بفهمیم. وقتی که میگیم مسلمان هستیم، خود این مسلمانی یک چوکات و یک تعهدات بیعت کردن به دین از خود قوانین داره و ما به خاطر نگه داشتن این قوانین الهی، چون امر شده و آیت از قرآن عظیم شان است که باید همیشه در جامعه گروهی از مردم باشند، که امروز میخواستم این آیت شریف هم داشتم که باید یک گروهی باشه که مردم امر بالمعروف و نهی از منکر کنند. شما دیدین که در شروع سیمین عمر سپاس میکنن باس کلانه که آقای مجددی هستن و بعد از او شروع میکنن
با ای که مردم شکایت میکنن. از چی شکایت میکنن؟ میگن که داروسی مردم غرض دارن، دا مردداری مردم، دایی چرا غرض نداشته باشیم؟ ما سازمان آمو هستیم، وظیفه داریم، وظیفه امر بالمعروف و نهی از منکر. شما فکر میکنین که از گیر ما گریخته میتونین؟ یعنی اینا تنها در کار ما یا آقای عادل یا آقای داود نزار یا تلویزیون زرین غرض ندارن. ما تنها این کسایی نیستیم که شکایت داشته باشیم، کلگی شکایت داره، اما یا به او شکایت ما گوش نمیکنن. میگن شما ملکیت ماستین، ما شما را راه نشان میتیم، شما گم شده ها هستین، دو دنیا در دوزخ خود رفتین، ما شما را نمیتونیم. من ایس مادر کلان و پدر کلان، شما باید شلاق شوین که دنبیرا برین، شما خوب و بدتان نمیفامین. خاله سیمین عمر را باید گوش کنین، جناب مجددی را باید تعقیب بکنین. میبینین مشکل ما تنها نیست. والا ما بسیار میترسم که کتت یک سازمان کلان بزنم، خود نمیتونم بگم پیش روی از یا کم تستاد شوی. یک خز در مقابل یک طوفان کار سخت است برای ما که بیایم استاد شوم. میترسم راستی، اما حالا که بند ماندیم مجبور استم. یک آن دفت مردم میگه که افتیدی اوگار شدی، نه ولی به هر حال حالا خود ما استاد شدیم. بیاییم که ما هم برای خود یک اجازه بتم. امینایی که برای خود وظیفه میتن که ما را دمورایی که میخواین ببرن و امر بالمعروف و نهی از منکر بکنن و وظیفه قرآنی خود میدانن که در هر چیز ما دست بزنن. امر بالمعروف خود نخواد ما بین که نهی از منکر ما هم کنم هر چی که شد. ای کلپ از اینا را گوش بکنین. بعد خاطیدان از جوانا با ما مراجعه میکنن. برای خود ما مثلا در مای چندین ایمیل می از جوانای کونا یا بچه هاستن یا دختر هاستن کونا تقاضا میکنن که شما اگر مثلا یک همسر برایشان پیدا شود. و ما بسیاری وقتی رو برای مجلس راجعه میسازم یا برای علمای دینی ما کسایی که مصروف نباشن اما زیادترین اما ناز ما به اصطلاح سر مجلس میچره برشان تلفون میکنم با اونا رو میگم کونا هم با کسایی که بشناسن و با مساجد اینا اگر این موضوعات و با پلیس و اینا هم صحبت کنن. خانم سیمین عمر که اقدر یک اخلاق بزرگ افغانی و اسلامی داره و زیادتر اسلامی و اخلاق از یا باید معیار و استاندرد اخلاق ما شما باشن، حداقل اخلاق اسلامی ما. چرا یا کلچرها رو قبول و قنه دارم کلچر رو سپرتو اخلاق اسلامی است، یا چون یک حوزه بسیار کلان علمی دارن به نام معلم که آقای ارشاد که آقای عزی که آقای زبیولله چه ببخشین صفیولله قاری که یا آقای مجدی که چنان و چنین چنین یا در پشت از یاست و کلان حوزه علمی دارن. از امیم یک سوال میکنم که آیا بر یک زن افغان اجازه است که در تلویزیون افغانی بیاید در کنار یک مردی که نامحرمش است بشینه و باز دزوان برش بگوید که والا نازم سر آقای مجددی میچله؟ آقای مجددی برادرتان هم نیست، کاکایتان هم نیست، پدر کلانتان هم نیست، شوهرتان هم نیست، برادر خوارزاده، برادرزاده، یعنی کسایی که محرمتان باشه نیست. شما بر از ما میگین که والا ناز ما سر آقای مجددی میچله. ما خوی گپ به هیچ وجه نمیزدم. سعی کنین چقدر خانمای زیبا و مقبول و خوش سخن در این تلویزیون های افغانی است. یکی چادر نداره، یکی دیگه داره، یکی خنده میکنه، یکی مذاق میکنه، یکی کسی که همکارش از مرد است حتی شوخی میکنن. ما سر از ما گپ نمیزنم، وظیفه ما نیست. چرا؟ اما وام دعانه میکنن که ما معیار اخلاق تمام انسانهای مسلمان هستیم و یار ما باید امر بالمعروف کنیم و در اقراه ببریم. اما این خانم خیلی کار میکنه. از این خاطر ما از این سوال میکنم که آیا شما امی اجازه را دارین بگوین آقای مجددی
بگوین آقای ستار سیرت، بگوین امی تمام آقایی که دوزه علمی معلم هستین به شمول آقای صفی‌الله و آقای چنان ارشاد و غیره و غیره، که امی خانم امی حق داره. اگر داره به اساس کدام آیات قرآن؟ اگر نداره به اساس کدام آیات قرآن؟ اگر نداره و ای یک پست اخلاقی اسلامی است، چطور شما ای خانم را به حیث سخنگوی خود ماندین؟ چطور ای را از کار برطرف نکردین؟ آقای مجدی، ما هفته پیشتر از شما ای سوال کردم، او را هیچ تفره رفتین، هیچ جواب ندادین، مسئله ختنه را آمدین اما این مسئله را نگفتین. امروز ما ای را از امی آقای قاری صفی‌الله میپرسم، از آقای ستار سیرت و تمام علمای حوزه علمی معلم، آیا یک زن افغان مسلمان حق داره که از خود یک برنامه در تلویزیون داشته باشه؟ اگر داره به کدام اساس آیات قرآن است؟ و اگر نداره به اساس کدام آیات از قرآن؟ و اگر نداره، شما من حیث یک ارگانیزیشن اسلامی چطور ایره اجازه دادین؟ و اگر ایره به اساس جامعه مدنی امریکا اجازه دادین، پس چرا دیگه از حدیث داد میزنین؟ شما حدیث بیاز زیر لغت کردین، شما بلا تشبیه قرآن هم در زیر پای انداختین. در این مورد آیات از قرآن هست. اینا نگه شما میگین نه ما مادرن هستیم، ما جامعه رو میبینیم که در کجا رسته و اساس از او میریم. دیگه چی جای است که شما پشت ما رو گرفتین و یهود میگین؟ صحیح نیستمی؟ منتظر جواب شماستم. ولی هموطنهای عزیز، بیاین که ما و شما یک کلپ دیگر با هم ببینیم. دین اسلامی ما، امی مساجد ما، اگر اینا یعنی یک شعبه از امی فعالیت های از اینا امی باشه که پیشتر کنون دسته بیاد کردن مچ میکر یا کسایی که مثلا امو کوالیفیکیشن خدا یا معلومات خدا یک دختر و یک بچه که روان میکنن، بسیار دخترای پاک دامن خوب هستن که اینا در نایت کلاب ها نمیرن و همین بچگکان ما در نایت کلاب میرن، دخترها را امروشان رقص میکنن، شراب ها میخورن، ساتلی میکنن، وقتی زوار باز میگو دختر ما نمیگیرن برای ذکر من در نایت کلاب بودیم. خب وقتی که دخترای پاک دامن را که در نایت کلاب نمیره، اون رو چه قسم پیدا میکنین؟ و هم باید یک بچه پاک پیدا کنن. اینجا باید ما شما این وظیفه را همین مساجد ما میگیرن. و با تأثیر اگر ما این موضوع را یادآوری میکنیم، بسیاری وقت در جامعه افغانی ما از نظر امو کلچر ای را میگن که والا این کار بسیار نادرست، شما بر دخترتون شوهر پیدا میکنیم. میبینین خانم سیمین عمر پیشنهاد میکنن که مسجد به یک محل برای مچ میکنگ تبدیل شود، یا حداقل یک شعبه داشته باشه که مچ میکنگ بکنن. بسیار خوب، در امریکا میکنن، این یک امر روزمره است، من این داغو ندارم. ولی شما که اخلاقتان اخلاق اسلامی، نه تنها اخلاق اسلامی بلکه پیک، بلندترین قلعه اخلاق اسلامی است و امر بالمعروف نهی از منکر میکنین، از شما یک سوال بکنم که ایره به چی اساس شما این مچ میکنگ میکنین؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از ای که از مکه مجبور شدن که برای در مدینه مسجد مدینه را بنیاد گذاشتن که در کنار ازی خانهشان بود، یا دروازه باز میشد در مسجد از خانهشان و از خانه کسایی که نزدیکترین دوستای پیغمبر بود، در همین مسجد مدینه تا آخری روز زندگیشان ماندن. در واقع وقتی که جان به جان بخش سپردن در همین مسجد بود. شما میتونین با ما بگویم که پیغمبر بزرگ ما چقدر مچ میکنگ در این مسجد کرده بودن؟ حضرت بی بی عایشه چقدر مچ میکنگ در این مسجد کرده بودن؟ و دیگرها، کسایی که بعدن تا خلفای راشدین شدن، اگر یا نکرده بودن شما چطور میکنین؟ شما که اهل حدیث هستین، سنت قبول دارین. حال ما را شما یهود میگین به می خاطر که ما قبول نداریم. شما به ما بگوین که باز هم به چی اساس مچ میکنگ میکنین؟ علمای حوزه علمی معلم که شما مردم شلاق الهاد میکوبین، بگوین برم که به چی اساس آقای مجددی مچ میکنگ میکنن و به چی اساس خانم سیمین عمر
شما تا فکر نکنین که ما 10 15 20 برنامه از این خانم گرفتیم. نه، باور کنین یک برنامه از این ما گرفتیم. ما اصلا برنامه های از این خانم نمیدیدم. باور کنین ما با بیدل، با مولانا، با حافظ و مختصم، ما در یک جایی که یک اندازه سطح نباشه ما در اوجا نمیرم برای یاد گرفتن. من نمیدیدم. اما یا مرا مجبور ساختن. من روزای اول گفتم در برنامه هایم که من دنبال دیگه برنامه ها نیستم. ما میخوایم علمای اسلامی خود احترام بکنم. شما برین کارتان رو بکنین. من اسلام عزیز خود تشریح میکنم. ما تشریح میکنم که چرا وضع اسلام قابل گریه است. چرا ما از قرآن دور شدیم، در دامن کتاب های شیطانی چسبیدیم. و یا مرا محکم گرفتن که نه، یهودی. چرا؟ بخاطر ما از اون سرک خط کشی شده کمک بیرون برآمدم. یا فکر کردن که اگه ایگه پاره بزنه آموی ما در باد هوا میره. افغان امریکن مازلم اوتریچ ارگنیزیشن ما باد هوا میشه. بنان یا به شلاخ زدن ما شروع کردن. آقای سمدی امی صفی اولا، قاری صفی اولا در برنامه خود هفته گذشته که هفته اول جون بود گفتن ما پیرو خدا و رسولیم و تمام از یا میگن. همین سوال از آقای قاری سم کنم که میره با ما یک تشریح کنیم که چی معنا داره که ما پیرو خدا و رسول هستیم و تمام علمای حوزه معلم یاد دانم معلمای قرآن شریف که در پشت دسکت چوبت تیزه کده میزدن یا اوزه معلم هستن. میتونین امیر یک تشریح بر ما بکنین. این سوال های مرا فراموش نکنین. اگر شما هم سوال داشتین ما بر شما تشریح میکنم. من ایسه یک آدم ها که روی کوچه که قرآن شریف خوانده. شما من ایسه علمایی که حتی بعضتان زیادتر از سالهای زندگی ما معلومات اسلامی دارین. امیر یک تشریح کنین که امی مردم افغانستان امیر یک دفعه ببینن. بیاین که یک کلپ دیگه بر شما نشان بدم. ای شما و ای کلپ دیگه خانم سیمین عمر. ما میفهمم که جامعه ما متاسفانه بی‌سواد هستن و نمیفهمن. امروز برشان بسیار آسان است که بچه‌هایشان گوشه خود غار میکنن، دخترایشان به سر لبشان، پیشانیشان، ده هر جایشان شکاف‌هاست و حلقه‌هاست و تتوهای رنگارنگ و اشکال مختلف چیزهای بسیار کریده در بیرون میبینن و در این جامعه هستن، انتقاد نمیکنن. ولی یک موضوعی را که یک تحقیقاتی بود و یک مسئله است. میبینین خانم سیمین عمر که سخنگوی آمو، سخنگوی آقای ستار سیرت، سخنگوی آقای مجددی است و اینا در پشت صحنه مثل یک گادفادر میشینن و اینا را نفرای داخل سرک خود پیش میکنن که مردم را بکوبانن. خودشان آدم های مؤدب وارد پشت سر میشینن و دعا میکنن که ای خدا دیگه جامعه ما را از تشتت نجات بده. یعنی دو دشنام اونا نمیزنن به خاطر از اینکه وا در پشت پرده باید باشن، ولی خانم سیمین عمر، آقای قاری صفی اولا اینا را پیش میکنن. اینا ای خانم که راجع به مچ میکنگ گپ میزنه که در مسجد باید شعبه برای مچ میکنگ داشته باشیم، کدام آقای خانم قار شده بر از یا گفته، کدام چیز گفته یا در مورد امی ختنه بر از یا یک چیز گفته، ای خانم فوراً یک قضاوت عمومی میکنه که عادت از یاس نه جنرالایز کردن. یک نفر یک گپ میزنه در یک فامیل، کل تخلصی که در اون فامیل است کلش بلسته. یک نفر در یک تلویزیون یک چیز میگه، کل شامل از او گناس نه، گناه احمده و تمام فامیلش میتن. یا چی میگه این خانم؟ یوازه که بگه بعض افغانای ما سواد نداره یا بعض کم سواد داره یا چطور چنان، این دفتن چی میگه؟ ما میفهم که افغانای ما بی سواد هستن. راستی؟ افغانای ما بی سواد هستن؟ واه، ما نمیفهمیدم. ما میفهمیدم که یک تعداد ما سواد کمتر داریم، یک تعداد ما را حتی میتونیم بی سواد بگوییم، یک تعداد ما یعنی به سطح خانم سیمین عمر در تو یک لول بالا نرسیدیم. درست است خانم سیمین عمر، شما این را راست میگین، ما از شما بسیار سواد پایین تر داریم. اما چطور به خود اجازه میتین که امر به سواد بگوین؟ حداقل می آقای نبیل مسکینیار خود سواد دارن که در تلویزیون خود شما را ماندن که مردم به سواد بگوین.
حتی شما را چک نمی کنن، حتی تلویزیون خودم مانیتر نمی کنن که یک برنامه سازشان می آید، اما تو لخت و پست کنده گفته امی برنامه که در تلویزیون آقای خطاب است که سخن اوریان یا اسپین خبره، برای مردم میگه که افغانای ما به سواد هستن. باور کنین امی وقت که یه خانم گفت که افغانای ما به سواد است، ما امی دفتن یادم آمد امی آقایی که در تلویزیون آقای مسکینیار میگن که ما 6 دانه رباب داشتم و میخواییم بشکنانم بخاطر از ای که گناه چیست ای علال نیسته. فکر کنین تلویزیون آقای مسکینیار با صفحات از تلویزیون طالبا فکر میکنین که البته تبدیل شده. یعنی آقای مسکینیار یک شخصیت خوب که سالها برای روشن فکر بودن مبارزه کردن، حالا یک آقا میاد تلویزیونشان برای ات یک چیز استفاده میکنن و یا وقت از ایره ندارن که امیر یک کوالیتی کنترول بکنن. ولی برای امی لحظه که خانم سیمین عمر گفت که افغانهای ما بیسواد هستن، امی دفتن امی آقا ده یادم آمد، گفتم ای کاش که این امی پالیم امی بود که خیز میزدم میفتم آقا روابایت خواب از خودت است، اگه مشکنانی بشکنان امی آینه تا یک دفعه برم بته، امی آینه از ایره میگرفتم دفتن برای خانم سیمین عمر میدادم، امو خواندن بازگل بدخشی رو برش میکنم امو خواندن بازگل بدخشی رو میکنم که میگه دلدار به من گفت که چرا غمگینی، در بند کدام دلبرک شیرینی، برجستم و آهینه به دستش دادم، گفتم که در آهینه کرا میبینی. ای حالا که آقای مجدی شما مچ میکنگ میکنین، ما چون که ایره مد نظر گرفتین که امی آقای که امی ربابای خودم مشکنانه ایچ خوب یک مچ خواد بوده، دقیقه کلاینت هایی که دارین یک نقل بگیرین از طرف ما، عزیزیاتر در این مورد گپ نمیزنین. ولی بیاییم که یک کلپک دیگه برای شما نشان بدم که امی خانمه که میگه که ما بیسواد هستیم ما افغانا و امی تلویزیون آریانا برش اجازه میته و ایچ چیز امن نمیگه و معلوم دار ما از یا توقع معذرت نداریم، بیاییم که یه خود از ایچه قدر سواد داره. ما که سواد میگم ما این سواد خواندن و این دیگه چیزایش حساب نمیکنم، وارق یا قبول ندارم، ما سواد اسلامیش از اینمی یک برنامه میگیرم، ما برنامه چندین برنامه شما نمیگیرم، اینمی یک برنامه زیره ما بر شما بررسی میکنم، دیگه شما دیگه باز عدس بزنین که در هر برنامه از ایش قد چیز هست و از امی برنامه شما باور کنین ما با ساعت ها میتونم گپ بزنم مگر این کار نمیکنم، ما تنها اینمی یک دو سه نقطه شما میخوایم گپ بزنم. ای شما و ای کلک راستی واقعا این بوده سب انشالله سوال را جواب میتن و ما بسیار دردناک و بایست که ما و شما بعضی چیزایی را که واقعا خود امر قرآن از نشان است و اتا حدیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله بسیار واضح است و عمرهاست، مثلا امی موضوع طلاق، وقتی که یک نفر طلاق میشه یک زن از همسر خود، زن و شوهر هم طلاق میشن یعنی با مؤسس سی طلاق و اینا از هم جدا میشن، بعد از اون تا زمانی که زن نره دیگه شوهر نکنه و از این شوهر خود طلاق نشود و او را به قصد از این نمیتونه که یک زن بره یک نفر دیگر رو بگیره که او را بگیرم و او را طلاق کنم، بعد از اون با او شکل نکاحش با او شخص نمیشه. اما یک نفر وقتی که یک زن پس از این که از شوهر خود طلاق میشه، زن و شوهر بعد از اون این زن، تنها زن، مرد نمیگم برای اینکه بعضی کسا برعکسش هم کار کردن، تا که او زن دوباره عروسی کنه و از او همسر خود وقتی که جدا میشه اگر شرایط یا به رقم میشه که دوباره با شوهر خود عروسی میکنه دوباره ازدواج میکنن، این ازدواج است که اجازه داده شده. ولی امروز با صدها اگر نگویم با ده ها ازدواج کسایی صورت میگیره که مردهایی هستند که از همسرای خود جدا میشن، زن دیگه میگیرن، بعد از او پس از او زن جدا میشن، میرن به زن اول خود دوباره، در حالی که زن اولشان اصلا شوهر دیگه نکرده و این مطلق حرام است، مطلق حرام است. اما متاسفانه این چیزا صورت میگیره در جامعه. دیدین چقدر زیبا میگه، میگه حرام است اگر یک خانم از شوهر خود جدا شده باشه باز بعد از او دوباره کت از این شوهر خود عروسی کنه، حرام مطلق است پیش از اینکه با یک مرد دیگه ازدواج کرده باشه. چقدر اینا یک خانم پرمعلومات هستن، این سواد مذهبی از یا چقدر
بلند از سواد دینی از یا چقدر یا قرآن میفهمند. در پهلوی از یا آقای مجددی شده بودن، اینا همی را قبول کردن، چرا که اگر اونا ای را قبول نمی داشتن حتمی صدا میکردن که ولی دمی قسمت ما باید اصلاح بکنم که ای آیت اینه ترسته یا اینی چیز میگه یا در اینی قسمت. چرا اونا ماهنامه فقه اسلامی را دارن، یک عالم متبخر هستن. ما و شما کلگی ما گپ خانم سیمین عمر را قبول کردیم. آیا شما دیدین در کدام برنامه که کدام نفر تا حال صدای خود کشیده باشد؟ اینا مردم های با معلومات هستن. اما بیاین که امی آیت هم از روی قرآن بر شما بخوانم که امی خانم سیمین عمر که اینقدر یک خانم باسواد است که کل ما و شما را به سواد میگه، امیر آیا درست گفته یا نگفته. ما میرم به چپتر دوم که بقره است، وحای 228 یا 229 بر شما میخوانم که در امی مورد است. ببخشین قرآن شریف ما از بس که ما خوانده ورقا پره شده. خداوند ببخش که اگر ما در ایجه کدام غلطی کردیم که اقدر زیاد خواندیم، ولی ما باید ایره صحافی بکنم. ای برای ما بسیار قدرت داده. بدون از این معلومات ای گپای غلط از یارم من نمیتونستم اصلاح بکنم. طلاق دوباره است، این سوره بقره یا چپتر بقره است، آیت 229. هموطنان عزیزم بازم میگم قرآن به 114 چپتر چی شده تقسیم شده که هر چپتر یک نام و نمره داره. باز آیات جملات هست در قرآن. اینی جمله در واقع 229 است و ما که جمله میگم معمولا دو سه جمله در هر ورز است. سو جمله که ما میگم این نمی بخش است، یا دو جمله یا سه جمله یا شاید یک آن دفعه یک حرف باشه، یک آن دفعه میتونه که چندین جمله باشه، ولی ایره ما به شما میخوانم. 229. طلاق دوباره است، یا آنها را به خوبی نگه دارید یا آنها را به خوبی ترک کنید و جایز نیست که ذره از آنچه به آنها داده اید از آنها بگیرید مگر اینکه بترسید که حدود خدا را اجرا نکنند. ای ادامه داره چند جمله دیگه، ولی ای به این قصه ما چون بسیار رابطه نداره ما میرم به آیت دیگه که آیت 230 است. اگر مرد زن را باز طلاق بدهد جایز نیست که دوباره با او ازدواج کند تا وقت مرد دیگر با آن ازدواج کند. اگر دوباره طلاق بده، یعنی در طلاق دفعه اول مرد مجبور نیست که بماند زنش دیگه شوهر کند. در دفعه اول، در دفعه دوم اگر یک زن از شوهر خود جدا شده، این مرد میتواند دوباره با این خانم نکاح بکنه بدون که این خانم با یک مرد دیگه ازدواج بکنه، نکاح بکنه. اینال خانم سیمین عمر چی میگه؟ میگه که یک خانمی که عروسی کرده و باز بعد از او از شوهر خود طلاق شده، ای باید که با یک کس دیگه ازدواج کنه بعد از او. خانم سیمین عمر سعی کنین که شما سواد از این میره ندارین که یک آیت را که میگین امور درست بگوین. بی سوادی شما بی سوادی اسلامی است. مرد بزرگ آقای مجددی هم که در کنار شما نشستن، اینا به می توجه نمیکنن. به خاطر یا زیاد توجهشان به ایست که چطور فرید عادل بگوین که اینی شاگرد ارشاد خلیفه است و چطور دایرکت کنن شما و آقای صفی الله را که پشت از یا برین دیگه، یا را قمچین بزنین. این سعی کنین چرا برنامه های اسلامی چیزا را مد نظر نمیگیره. شما غلط گفتین، شما اینه میره باز برین. شاید حالا بگوین نه خب ما منظورم دیگه چیز بود. نه منظور نیست. وقتی که میگی دو جمع دو جوابش از چهار، نمیتونی بگی که ما منظورم گفتم دو جمع دو هفت اما منظورم بود چهار. اتو گفته نمیشه. میبینین اینان شما مردم را بی سواد میگین و او را همگی ماره، تنها یک نفر دو نفر را بی سواد نمیگین.
افغانای ما، جامعه افغانی ما بی سواد است. اما خودتان سواد یک آیت که در فکرتان بگیرین ندارین. میگین امورم غلط میگین و باسم پالیتان شده باسم امور متوجه نیستن. حتمی آقای مجدی که یک پا میفهمن، ولی اگر میفهمن یک طرف گپ چطور ایرا اقدر حاضر جواب نبودن که دفتن شما را تصحیح میکردن. اینال ما میخوایم که شکایت بکنم. مثلا شما از یک ارگانایزیشن میبینین که سخنگوی از یا اشتباه میکنه، شما چی میکنین؟ با ارگانایزیشن به باس بزرگ میرین، ایرا یک عرض میکنین که وا همی چیزا را کنترل بکنن. ما میخوایم برم پیش آقای مجددی، که آقای مجددی همی خانم سیمین عمره که شما گرفتین سخنگویتان، چرا میره نمیگین که مردم بی سواد نگویه؟ ولی بیاین که ببینیم که های آقای مجددی با ما همی اجازه را میتن یا نمیتن. ای شما و ای یک کلپ از خود آقای مجددی. مشکل دیگه که در جامعه ایران برای افتاده بعد از 11 سال که من خانواده در افتاد من ایجام شما دیده میتنیم متاسفانه خواهر و داده تلیفون نتونیم که دیده را مرگیه ندارم دو تا چاپ شده و بارجو دانه چاپ شده هم بده تبصیلات بیشتر خواهد داشت و از این دوار شما میتن تا بابا خود در اونجا تربیه اول هم یک وقت شما تربیه اول در مذاهب غیر مذهب هدفی دختران می خدمت میشه در مذهب مذهبان مذهب غیر مذهب هدفی دختران خدمت میشه یک معلومات است که افغان باید داشته باشه اگر نداشته باشه او افغان یک افغان با تعلیم و تربیت اضافه میشه این معلومات باید داشته میبینین؟ آقای مجددی چی میگن؟ میگه اینی کتابم است، ما اینی چیزها را در کتاب خود گفتیم و اینی قسمت در قسمت ختنه است که ما از یا سوال کرده بودیم که معلومات بتین. آقای مجددی نگفتن امان اما در قسمت همی جواب که شما دادین در قسمت ختنه ما در برنامه دیگه خود ای را برای شما میگون جانم، ولی تنها برای شما مقه میگم که معلومات شما باید صادقانه می بود. معلومات شما صادقانه نبود، معذرت میخوایم. شما باید بفهمین که رابطه شخصی ما و شما همیشه به احترام خواهد بود. هر جایی که ما شما را ببینم ما دست شما را میخوایم به طرف بوسیدن بیارم. شما از ما بزرگتر هستین و با معلومات تر هستین، اما در قسمت از این که استدلال میکنم شما باید به ما اجازه بتین و به حرمتی و به احترامی نگیرین تا ما بتانم امیر به درستی استدلال بکنم. آقای مجددی شما میگین که یک خانم افغان ایره باید بفهمه یا مردم افغان یک مردم مسلمان این معلومات باید داشته باشن، ایره باید بفهمن، اگر نمیفهمن تعلیم و تربیه ندارن. ما فکر میکنم که تعلیم بسیار یک ساحه بزرگ داره. حتی شاید 1,000,000 سال پیشم تعلیم انسانها به جای رسیده بود که در یک جمله نمی گنجید. شما در یک جمله کتابتان میگین که اگه اینمی جمله کتاب مرا نفهمی تعلیم نداری. امروز تنها تعداد کتابی که در دنیا است امی تعداد از را که نوشته کنین در یک جمله جای نمیشه. اگر یک انسان 100 سال نه که 1,000 سال هم زنده باشه نمیتونه که امی تعلیم امروزی که موجود است امی را بتانه فرا بگیره. چطور میتونه که شما بگوین که اگر اینمی تعلیم اینمی معلومات مرا نداره تعلیم نداره؟ ولی بیاین به خاطر از اینکه شما را ناخوش نسازیم زیادتر از این قبول میکنیم که ما مردم بی تعلیم، یعنی شما کل ما را بی تعلیم گفتین. چند نفر ما معلومات کتاب شما را داره؟ 1% هم نداره، 0.5% هم نداره. ما در برنامه دیگه میگم که کسایی که از شما دفاع میکنن اما ما می تعلیم نداشتن. ولی بیاین که ما کل ما قبول کنیم که ما بی تعلیم، اما تربیه چطور؟ شما فکر میکنین که ما تربیه هم نداریم که همین معلومات نداریم؟ ما میخواستیم پیش شما بیاییم مذر کنیم که همین خانم ترولا اجازه نتین که ما را بی سواد بگویه، ولی وا تنها بی سواد گفتن، شما ما را بی تربیه هم میگین. میبینین؟ این حالا چرا در جامعه افغانی ما اینمی ممکن است برای برنامه سازا و نفرا که از روی صفحات تلویزیون بگوین؟ اول سعی کنین امیرم باز یک گله از آقای مسکینیار بکنم.
که چطور اجازه میتن که یک خانم ما را بی سواد بگوید، ای آقای دیگه بیای ما را بی تعلیم و بی تربیه بگوید، او آقای دیگه بیای از تلویزیون از یا بگوید که ما رو بابای خودم مشکنانم به خاطر ده اسلام نیست. حتی در تلویزیون های افغانستان یک آدم مثل آقا را اجازه نمیتن. آیا آقای مسکینیار در این قبال کدام مسئولیت اسم میکنن یا نه؟ ولی آیا مهمتر از اون ما مردم افغان در این قبال کدام مسئولیت اسم میکنیم؟ یعنی چند نفر بر از این خانم زنگ زد که خانم ما بی سواد نیستم، یک کمک علا ویره یاد دارم، شما ما را بی سواد نگوین. و چند نفر برای آقای مجدی زنگ زدند که خیر حالا بی تعلیم و ما بی تربیه نیستیم، ما مادر داشتیم پدر داشتیم که ما را تعلیم و تربیت داده، خیر تعلیمش صدقه سر شما ولی تربیت داریم. چرا این را نداریم؟ ما اینمی جرأت اینمی وظیفه را به خود نمیتیم، به خاطر که 30 سال در وطن ما جنگ بوده. هر گپی که مردم افغان زده دانشانه شکستاندن، 2 میلیون نفر ما را کشتن در 10 سال اول، اینمی اخوانی ها، اینمی مسلمان ها. این حال با ما دیگه جرأت نیست، فکر میکنیم که حالا یک گپ بزنی میای ما را ملت میکنن میکشن، این حال حداقل بدنام میشی، سرت رشخندی میکنن، تلویزیون هم در پیشانه، گپ هم بزنی سرت قطع میکنن، اگه گپ نزنی همی بهتره برو خیر بی تعلیم و بی تحصیل. چی میکنیم؟ ما دیگر به تلویزیون نمیبینیم. آقای مسکینیار متوجه نیستن. سالهای دراز آقای مسکینیار با گپهایی که اساس نداشت اعتیاد زیاد افغانها را رنجاندن و اونا دیگر تلویزیونشان نمیبینن. یک اعتیاد دیگه هم که مانده به این طریق سیلیکوب میشن، اینا هم میرن. آقای مسکینیار اینمی یک وظیفه است و نظر ما برای شما که یک کوالیتی کنترول داشته باشین. چطور میتونین اجازه بدین که مردم بیاین ما را دعو بزنن؟ ما که میگم ما منظور ما نیست، خیر از شخصی میتونستن دعو دین آقای شفیعیار نی 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 او را ما دعوا نمیکردم، اما باعث مردم افغان. آیا شما بی سواد هستین آقای مسکینیار؟ ولی بیاین که با یک کلپ دیگه ببینیم که امی خانم سیمین عمر و امی آقای مجدی که ما را بی تعلیم بی تربیه بی سواد میگن، باز در قسمت پیسه گرفتن چی میگن، چقدر مقبول صحبت میکنن ای شما و ای کلپ دیگه. بعد اوقات چیزایی که من خودم میبینم از بس زیاد از او هم میاموزم، هم لذت میبرم و اگر دفعه میخوایم که به هر حقی باشه کاش ما میتونست میره رایگان به اختیار شما بگذارم و کاش ما بخوام خدا را توانایی میدارم که به خودم میتونست میره تا میل کلپ به خانهایی تا میرسانم از شیخ پردره و از استاد پردره و همچنان از محترم دکتر عبدالسطار سیرت که دی ویدی ها سینا رو بینید عزیز و همچنان از دکتر محترم دکتر ایاز نیازی رو که اینا موضوعات است که من یک نمونه از کلیپ های دکتر نیازی رو برای تان امروز دارم و مخصوصا این که من کوشش کردم الحمدلله خداوند توفیق نصیب کرد که تفسیر سوره های کوتاهی را که دکتر نیازی کرده بودن او را هم تمام کردم و دیویدی جداگانه از نو هم ساختیم که تقریبا 9 دیویدی است و اما آیت هایی را که اینا انتخاب کردن بسیار مقبول، اینا تفسیر کردن و بسیار آموزنده است انشاءالله و میشه که کمک هم به برنامه میشه هم برای شما برای دانش شما و همچنان موضوع رمضان آمادگی برای ماه مبارک رمضان و استفاده از ایام رمضان و چی عبادت ها مورد قبول است و چی عبادت های ما مثلا ما به شکل کلچری گرفتیم در حالی که در خود ماه مبارک رمضان عبادت باید به چی شکل باشه. اینا کلش برنامه هایی است که ما میخوایم انشاءالله پیش از ماه مبارک رمضان ساعت در امی تلویزیون در اختیار داشته باشیم که امو ساعت امی برنامه های زیاد گذاشته شود تا اینکه در ماه مبارک رمضان یک تعداد زیادی از هموطنان ما و مسلمان هایی که میخواین این ماه مبارک رمضان را به شکل درستش روزه بگیرن و ازش استفاده کنن قبلا این برنامه ها گذاشته شد تا آمادگی بگیرن. میبینین چقدر خوب تشریح میکنه، چقدر مؤدبانه مثل یک خوراک مهربان که پای سگکایتان را بتین که اینی ویدیو و کار را بخرین که باز در ایجه در ماه مبارک رمضان میایه ما باید زیادتر گپ بزنم، برنامه این باید دو چند شوه، یعنی مانایش ایست که ما شما را دو چند بی سواد بگویم، ما شما را دو چند بی تعلیم و بی تربیه بگویم، ما شما را دو دفعه سیلی کاری بکنم. در غیر از او باز شما نمیفهمین که چطور نماز بخونین، چطور عبادت کنین، شما نمیفهمین که
کدام عبادت هایتان خدا قبول میکنه کدامش نمیکنه. خاله سیمین عمرتان باید بگویه، در غیر از او شما نمیفهمین که چطور روزه بگیرین، چطور نماز بخونین، چطور صدقه بتین و صدقه تان هم به همی خانم بتین، به همی آمو بتین، به خاطر از اینکه یا پیسه زیادتر کار دارن. اونم اون مداری های افغانستان نه که من خوش دارم که همی دیویدی ها رو مفرایی بکنم ولی نمیتانم. ای کاش میتانستم. ضرور استی را بگیرین، عدیه بکنین، یعنی چیزی که $5 ارزش داره $100 بتین، نه دونیشن، عدیه، تا که ما بتانیم آمو باشیم، دریای آموی خروشان باشیم. هموطن عزیزم، از شما تشکر میکنم که چند لحظه تانو به ما دادین. تا برنامه دیگه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم.